خطوط اساسی سیاست‌های دولت سندی است که در آن تمام ابعاد سیاست‌های داخلی و خارجی کشور گنجانیده می‌شود. پیشنویس خطوط اساسی دولت که 9 ماه پیش از سوی حکومت به مجلس نمایندگان فرستاده شده، 2 روز پیش در این مجلس به بحث گرفته شد. اعضای مجلس در دومین بحث روی این سند در نشست عمومی روز چهارشنبه بار دیگر این پیشنویس را ناقص و مضحک عنوان کرده و آن را بیشتر مانند یک گزارش خواندند. اعضای مجلس نمایندگان انتقاد کردند که پیشنویس خطوط اساسی دولت فاقد وضاحت در مورد سیاست‌های اقتصادی، امنیتی، دفاعی و گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت و همچنان ابهامات در مورد سیاست‌های خارجی است. آن چیزی که به نام خطوط اساسی سیاست دولت مطرح شده، متاسفانه هیچ شباهتی هم به خطوط اساسی سیاست دولت نداره. اصلا مشخص نبود که رشد اقتصادی کشور از کجا میخواد شروع شود، چه کارهای زیرساختاری در بخش اقتصادی باید انجام شود. هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی باید این سند مورد بازبینی کاملا جدی و اساسی قرار بگیره. مجلس نمایندگان سرانجام با اکثریت آرا پیشنویس خطوط اساسی دولت را رد کرد. رئیس مجلس نمایندگان و کمیسیون امور بین المللی مجلس وظیفه سپرد تا این پیشنویس را با افزایش دیدگاه های نمایندگان دوباره به حکومت مسترد کند. با اکثریت آرا بردش تصویب شد. با زمینه نظریات توحیدی تمام کمیسیون ها ایره به مسترد کنیم به جانب حکومت. خطوط اساسی دولت در حالی از سوی مجلس نمایندگان رد شده است که حکومت همواره به سیاست های نامشخص در قبال مخالفان مسلح و مداخلات کشورهای همسایه به ویژه پاکستان متهم شده است.